درخواست سازمان ملل برای توضیح دولت ایران در مورد ناپدید شدن آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی. همراه ما باشید تا لحظاتی دیگر با این بخش خبری. با اخبار سه‌شنبه 22 شهریور ما از رسانه سبز ایران همراه شما هستیم و اما مهمترین عناوین این بخش خبری: انتقاد بیش از 80 فعال دانشجویی از بی‌توجهی به دریاچه ارومیه، ادامه فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی دراویش گنابادی و رد فرضیه فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان با محوریت سید حسن خمینی توسط مجید انصاری. عرض سلام و شب بخیر داریم خدمت شما بینندگان محترم رسا. با اخبار سه‌شنبه 22 شهریور ما در خدمتتون هستیم. من هم سلام و وقت بخیر میگم به شما عزیزان و امیدوارم که تا پایان این بخش خبری ما رو همراهی کنید. سازمان ملل برای آزادی آقایان موسوی و کروبی درخواست داد. سازمان ملل خواستار پاسخگویی دولت ایران در مورد ناپدید شدن آقایان موسوی و کروبی شد. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر روز دوشنبه با صدور بیانیه اعلام کرد گروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن‌های اجباری خواهان پاسخگویی تهران درباره محل نگهداری و رعایت حقوق آقایان موسوی و کروبی و همسران آنها شده است. فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران 11 اسفند 1389 شکایتی را درباره بازداشت غیررسمی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی به گروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن‌های اجباری تسلیم کرده بود. گروه تحقیق سازمان ملل در 11 شهریور جاری در نامه‌ای به آن دو تشکل حقوق بشری به توضیح پیگیری‌های خود در مورد سرنوشت رهبران جنبش سبز پرداخته و تأکید کرده که هر گونه اطلاع دریافتی از حکومت ایران در این باره را به اطلاع آنها خواهد رساند. عبدالکریم راهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، با اشاره به نامه گروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن‌های اجباری گفته، روشن است که حکومت ایران پس از گذشت بیش از 6 ماه هنوز در این باره به سازمان ملل پاسخی نداده و ما این مسئله را به اطلاع آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، رسانده ایم. پیگیری های اخیر گروه تحقیق سازمان ملل برای اطلاع از وضعیت رهبران جنبش سبز در شرایط صورت گرفته که 2 هفته پیش فاطمه کروبی از انتقال آقای کروبی به مکانی جدید خبر داده و گفته بود که به دلیل کوچک بودن این آپارتمان و حضور ماموران امنیتی امکان حضور در کنار همسرش را از وی سلب کردند. بیش از 80 فعال دانشجویی از بی‌توجهی به دریاچه ارومیه انتقاد کردند. جمعی از فعالان دانشجویی با اعلام حمایت و همبستگی با اعتراضات مردم آذربایجان از حاکمیت درخواست کردند که با آزادی بازداشت شدگان آذربایجان و کمک در حل مشکل دریاچه ارومیه نسبت به رفع همه جانبی این بحران اقدام عاجل کنند. این فعالان مدنی در بیانیه خود خطاب به حاکمان تاکید کردند خود را بیش از پیش در انظار ایرانیان و جهانیان بی اعتبار نسازید. به گزارش جرس در این بیانیه با اشاره به ناتوانی در مدیریت علمی و بی توجهی به نظرات کارشناسان تصریح کردند که خشکسالی‌های دهه اخیر در کنار اجرای طرح‌های غیر کارشناسانه سدسازی و آبرسانی بدون توجه به عواقب زیست محیطی آن دریاچه ارومیه را به حالت احتضار درآورده است. بر اساس این گزارش، این بیانیه به 2 زبان فارسی و آذری منتشر شده است.
خانواده دراویش از ادامه فشارها و بازداشت‌های غیرقانونی آنان نگرانند. به دنبال اعمال فشار به دراویش طی هفته‌های گذشته، فرزانه نوری، یکی از دراویش گنابادی و مادر مدیر سایت مجذوبان نور، بازداشت شد. فرهاد نوری، فرزند خانم نوری، به جرس گفته که بازداشت او همراه با ورود غیرقانونی و بدون ارائه حکم قانونی و قضایی صورت گرفته است. وی با اشاره به فشارهای اخیر بر دراویش خاطر نشان کرد که از سال 84 میتوان حداقل بیش از 300 مورد از این گونه فشارها را بازگو کرد. آقای نوری همچنین در این باره گفته است که نگرانی خانواده ها از وضعیت سلامت و فشارها و شکنجه هایی است که توسط ماموران امنیتی بر بازداشت شدگان اعمال می شود. مجید انصاری، فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان با محوریت سید حسن خمینی را تکذیب کرد. مجید انصاری، عضو مجمع روحانیون مبارز، خبر منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر تشکیل گروه هفته به علاوه یک با عضویت افرادی از شخصیت های اصلاح طلب برای فعالیت های انتخاباتی را رد کرد. آقای انصاری گفت این خبر همانند اخبار مشابهی از این دست کذب محض و ساخته و پرداخته برخی کانون‌های مشکوک سیاسی است که با اهدافی خاص جعل و منتشر می‌شود. آقای انصاری همچنین گفت که احزاب و گروه‌های اصلاح طلب تا کنون در مورد انتخابات پیش روی مجلس تصمیمی نگرفتند. سید رضا اکرمی از مواضع اخیر دبیر شورای نگهبان در خطبه‌های نماز جمعه تهران انتقاد کرد. نماینده مردم تهران در مجلس گفت صحبت‌های آیت الله جنتی درباره انتخابات مرا به شگفتی آورد، چرا که ما باید شرایط حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنیم، نه اینکه با تکیه بر زخم‌های کهنه و جدید در کشور در برابر حضور مردم خواسته یا ناخواسته سد ایجاد کنیم. آقای اکرمی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تأکید کرد که شورای نگهبان باید بر حسب قانون عمل کند، نه اینکه 6 ماه قبل از برگزاری انتخابات داد و فریاد راه بیندازد و این فضا را مخدوش کند. نماینده مردم تهران از نحوه ارتباط و تعامل دولت با مراجع و روحانیان انتقاد و این شرایط را برای کشور نامطلوب ارزیابی کرد. آقای اکرمی همچنین با اشاره به وعده‌های دولت به مردم گفت دولت باید اظهاراتی قانونی و وعده‌های قابل تحقق به مردم داشته باشد، نه اینکه توقعی ایجاد کند که نتواند به آن پاسخ دهد و مثل وزیر کار بدون آمار صحیح اعلام نکند که در سال 90 بیش از 2500 فرصت شغلی میتوان ایجاد کرد. عباس عبدی گفت میزان اختلاس 3000 میلیارد تومانی از کل اختلاس‌های انجام شده در تاریخ ایران بیشتر است. عباس عبدی، روزنامه‌نگار اصلاح طلب، با بررسی ابعاد اختلاس 3000 میلیارد تومانی انجام شده در شبکه بانکی کشور گفته است این اختلاس برابر با 3 میلیارد تومان است. آقای عبدی در یادداشتی در روزنامه اعتماد با مقایسه نسبت این اختلاس با کل تولید ناخالص در دو کشور ایران و آمریکا نشان داده است که این میزان اختلاس برابر با یک اختلاس 150 میلیارد دلاری در آمریکا است. به نوشته آقای عبدی این میزان کلاهبرداری حتی در تاریخ آمریکا هم سابقه ندارد. آقای عبدی در نوشته خود این پرسش را خطاب به اصولگرایان مطرح کرده است که شما برای رسیدن به قدرت شعارهای رنگ و وارنگ داده اید که در سرلوحه آن مبارزه با فساد و رانت بود. اکنون یک رقم اختلاس آن با کل اختلاسهایی که در تاریخ این کشور از زمان مادها تا کنون انجام شده یک جا برابری می کند. چه پاسخی برای مردم دارید؟ آقای عبدی همچنین گفته است مسئله اصلی این نیست که چه کسی این اختلاس را انجام داده، مسئله مهمتر این است که شرایط را به گونه ای درآورده اید که یک یا چند نفر توانستند چنین فساد بزرگی را مرتکب شوند. به علاوه آنان هم که انجام دادند بر فرض درستی ادعای شما کسانی هستند که با همراهی خودتان و برای تحقق همین شعارها در مصدر امور قرار گرفتند. آقای عبدی در نتیجه گیری از تحلیل خود گفته است مسئله اصلی این است که بیشترین شعار
سیاسی انتخاباتی اصولگرایان در اصلاح بانک‌ها و توزیع عادلانه اعتبارات و مبارزه با فساد متمرکز شده بود و اکنون نتیجه حاصل از پیگیری 6 ساله این شعارها چنین است که می‌بینیم. امیر محبیان سردبیر سابق روزنامه رسالت پیش بینی کرد که نخبگان و مخالفان وضع موجود به عنوان یک اقدام اعتراضی راهبرد تحریم انتخابات را در پیش بگیرند. این فعال سیاسی محافظه‌کار در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفته که نخبگان مخالف وضع موجود یا به جریان جایگزین رأی می‌دهند یا انتخابات را تحریم می‌کنند. محبیان در عین حال افزوده که موافقان برای حفظ وضع موجود شرکت می‌کنند. با اخبار جنبش اعتراضی همراه ما باشید. جمعی از هنرمندان و نویسندگان در اعتراض به برخوردهای امنیتی با برخی از فعالان عرصه هنر بیانیه‌ای را صادر کردند. به گزارش جرس در بخشی از این بیانیه آمده است: امروز بجاست اگر اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم که هوایش به نفس کسانی چون مرضیه وفامهر و رامین پرچمی آغشته است و از لابلای دیوارهایش عطر حضور جعفر پناهی، محمد رسولوف، مهناز محمدی، مریم مجد، پگاه آهنگرانی و هیلا صدیقی و بسیاری دیگر به مشام میرسد. هنرمندان امضا کننده این بیانیه با ابراز نگرانی نسبت به برخوردهای امنیتی و پلیسی با فعالان این عرصه خواستار آزادی هنرمندان دربند و تجدید نظر در حکمهای صادره شدند. رامین پرچمی از زندان اوین به زندان لاهیجان منتقل شد. برخی از رسانه‌ها در روزهای گذشته خبر از آزادی رامین پرچمی بازیگر حامی جنبش سبز در روزهای اخیر داده بودند، اما اکنون سایت کلمه خبر داده است که آقای پرچمی برای گذراندن باقی مانده دوران حبسش از زندان اوین به زندان لاهیجان منتقل شده است. رامین پرچمی، هنرپیشه و کارگردان سینما، از روز 25 بهمن ماه سال 89 در زندان به سر می‌برد. آقای پرچمی در روز تجمع اعتراضی مردم تهران به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در همبستگی با مردم کشورهای مصر و تونس دستگیر و زندانی شد. ماموران امنیتی جرم این هنرمند را فیلمبرداری از مردم در حد فاصل خیابان ولیعصر و میدان فاطمی در آن روز اعلام کردند. پدر شهید مختاری گفت کوتاه نمی‌آییم، این خونها نباید پایمال شود. فشار بر خانواده‌های جانباختگان اعتراضات به تقلب در انتخابات برای عدم حضور بر مزار فرزندانشان افزایش یافته است. در تازه‌ترین مورد، خانواده محمد مختاری، دانشجویی که 25 بهمن ماه با شلیک گلوله کشته شد، از حضور بر مزار او همزمان با سالروز تولدش منع شدند و پدر او میگوید که از پلیس امنیت او را احضار کردند و خواسته بودند تعهد بدهد که او و خانواده‌اش به بهشت زهرا و سر خاک فرزندش نخواهند رفت. این اولین بار نیست که خانواده ای از حضور بر مزار فرزندش بر اثر فشارهای امنیتی باز میماند. پیش از این خانواده ندا آقا سلطان و برخی دیگر از خانواده ها نیز در مناسبت هایی چون سالگرد جان باختن یا سالروز تولد فرزندشان از سوی پلیس امنیت تهران احضار شده بودند و از آنها خواسته شده بود از رفتن به بهشت زهرا خودداری کنند. در آذر ماه گذشته نیز خانواده‌های سهراب احرابی، رامین رمضانی و مصطفی کریم بگی، 3 تن از شهیدان سبز بعد از انتخابات، همراه با چند تن از مادران عزادار در بهشت زهرا بازداشت و چند ساعتی تحت بازجویی قرار گرفته بودند. محمد رضا تابش اعلام کرد که خبر دیدار آقایان خاتمی و ناطق نوری کذب محض است. محمد رضا تابش، دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس، هر دو خبر منتشر شده درباره سید محمد خاتمی را تکذیب و به همه فعالان سیاسی توصیه کرد که احساس امنیت و آرامش در کشور را با این اقداماتشان سلب نکنند. روز گذشته رسانه‌های حامی دولت ادعای بیماری و بستری شدن سید محمد خاتمی را منتشر کرده بودند. همچنین برخی سایت ها نیز از دیدار و رایزنی انتخاباتی خاتمی با علی اکبر ناطق نوری خبر داده بودند که اکنون آقای تابش هر دو خبر را
تکذیب کرده است. به گزارش خبر آنلاین، محمد رضا تابش که از بستگان سید محمد خاتمی است، تأکید کرده است که آقای خاتمی در سلامت کامل به سر می‌برد و امروز هم در دفتر کارش حضور یافته. موسی ساکت، فعال سیاسی در آذربایجان شرقی، زندانی شد. به نوشته ادوار نیوز، موسی ساکت، مسئول شعبه آذربایجان شرقی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی و در انتخابات دهم ریاست جمهوری مسئول ستاد شهروند آزاد بوده است. این فعال دانشجویی سابق که در 13 آبان 88 در تبریز بازداشت شده و به اتهام عضویت در نهضت آزادی و فعالیت تبلیغ علیه نظام به 7 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، با اجرایی شدن حکم در تاریخ 19 شهریور خود را به زندان تبریز معرفی کرد. با وجود گذشت 18 روز از آغاز برخورد با فعالان و شهروندان در شهرهای آذربایجان، بازداشت ها همچنان ادامه دارد. به گزارش هرانا، در پی فراخوان مردم اردبیل برای برگزاری تظاهرات اعتراضی نسبت به سهل‌انگاری دولت در حفاظت از دریاچه ارومیه در روز دوشنبه، عسکر اکبرزاده، فعال سیاسی در این شهر، بازداشت شد. گزارش های منتشر شده در چند وبلاگ حاکی از برگزاری تجمعات اعتراضی در اردبیل تا ساعات پایانی دوشنبه شب است، اما هنوز خبرگزاری ها اخباری در این مورد منتشر نکردند. در روز 18 شهریور ماه نیز پس از بازی فوتبال بین باشگاه استقلال و تراکتورسازی تبریز، عده‌ای از شهروندان شهر تبریز بازداشت شدند. اکبر امینی، قهرمان 25 بهمن، از همه اتهامات تبرئه شد. اکبر امینی که روز 25 بهمن سال گذشته در حالی که نوارهای سبز به خود بسته بود از جرثقیلی در نزدیکی دادگاه انقلاب بالا رفت، از همه اتهامات وارده تبرئه شد. به گزارش کلمه، او چندی پیش با قید وثیقه از زندان آزاد شده بود. تظاهرات 25 بهمن سال 89 به دعوت میرحسین موسوی و مهدی کروبی در همبستگی با مردم کشورهای مصر و تونس برگزار شد. تصویر اکبر امینی روز 25 بهمن ماه در بسیاری از رسانه‌های دنیا منتشر شد. او بالای یک جرثقیل و در ارتفاع 35 متری چند ساعتی همه چشم‌ها را به خود خیره کرد. او در این روز با در دست داشتن روبان‌های سبز مردم را در شرکت در تظاهراتی که قرار بود بعد از ظهر همان روز برگزار شود دعوت کرد. یکی از بازجوهای پلیس امنیت تهران بعد از ظهر همان روز در حالی که او را مورد ضرب و شتم و دشنام قرار می‌داده به خودش گفته بود، ما برای هر کاری آماده بودیم، حتی اگر 10 میلیون نفر هم می آمدید توی خیابان سرکوبتان می کردیم، اما تو ما را غافلگیر کردی و برنامه های من را به هم ریختی. آقای امینی همچنین برای همبندان خود تعریف کرده که آن روز یکی از عکس های خود را در دست گرفته بود، چرا که فکر می کرد ممکن است نیروهای امنیتی او را به پایین پرتاب کنند و پیکرش قابل شناسایی نباشد. نظام حسنپور از شهروندان معترض به نتایج انتخابات به اندرزگاه 8 زندان اوین منتقل شد. به گزارش کلمه، این در حالی است که نام این دانشجوی زندانی در فهرست زندانیانی قرار داشت که قرار بود به مناسبت عید سعید فطر از زندان آزاد شود، اما به دلایلی نامعلوم این زندانی نه تنها زندان آزاد نشد که از بند 350 که 2 سال در آن محبوس بود به اندرزگاه 8 زندان اوین منتقل شد. نظام حسنپور از بازداشت شدگان عاشورای 88 است و در این مدت از هیچ گونه حق مرخصی برخوردار نبوده است. وضعیت جسمی احمد شاهرضایی، فعال دانشجویی در بند 350 زندان اوین، وخیم گزارش شده است. به گزارش جرس، وی که بر اثر شکنجه های دوران بازجویی از شنوایی گوش سمت راست خود را از دست داده و از ناحیه هر دو زانو دچار عارضه مینیسک زانو شده، فقط با مسکن های قوی قادر به تحمل درد می باشد. بر اساس این گزارش، با وجود تاکید چند باره پزشک زندان و پزشکی قانونی جهت رسیدگی اورژانسی به وضعیت جسمی این زندانی، هنوز دادستانی اقدامی در جهت رسیدگی به وضعیت وی صورت نداده است. همچنین در خبری دیگر، حسین زرینی بیش از 17 ماه است که در وضعیت بلا تکلیف در بند 350 زندان اوین به سر می برد.
به گزارش کلمه، عضو ستاد ایثارگران امیر حسین موسوی از رزمندگان 8 سال دفاع مقدس است که به تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبری از طریق ارتباط و همکاری با جنبش جمعی یاران متهم شده است. در 1.5 سال گذشته با وضعیت جسمانی بسیار بدی روبرو بوده است. وی که مبتلا به بیماری سر است، در طول این مدت بارها دچار حملات شدید سر شده و به بهداری زندان اوین و بیمارستان منتقل شده است. علی اکبر محمدزاده فعال دانشجویی به 6 سال زندان محکوم شد. به گزارش خانه حقوق بشر ایران، آقای محمدزاده بدون وکیل اصلی خود در دادگاه حضور داشته است. علی اکبر محمدزاده دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف 26 بهمن سال گذشته مقابل دانشگاه شریف توسط نیروهای امنیتی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شد. بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر پنهانکاری ایران را مورد انتقاد قرار داد. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آغاز نشست شورای حکام این سازمان گفته است که شفافیت بیشتری که ایران ماه گذشته هنگام حضور بازرسان آژانس در این کشور نشان داده برای رفع نگرانی‌های غرب نسبت به احتمال نظامی بودن برنامه هسته‌ای ایران کافی نبوده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در این نشست 5 روزه قرار است یک گزارش تازه و حساس درباره فعالیت‌های اتمی ایران ارائه شود. آقای آمانو روز دوشنبه گفت که هرچند ایران اخیراً شفافیت بیشتری درباره برنامه اتمی‌اش نشان داده است، اما این کشور همکاری لازم را فراهم نمی‌کند تا بتوان نتیجه گیری کرد که همه فعالیت‌هایش صلح‌آمیز است. آقای آمانو افزود که آژانس تحت نظر او بیش از پیش نگران فعالیت‌های مرتبط با توسعه محموله اتمی برای یک موشک است. برنامه‌ای که به گفته او آژانس همچنان اطلاعات تازه‌ای درباره آن دریافت می‌کند. آقای آمانو 10 روز پیش گفته بود که نگران آن است که ایران مخفیانه در حال کار بر روی اجزای یک برنامه سلاح اتمی باشد. محمد علی انصاری گفت مصیبت این است که برخی سایت‌ها زیر عنوان امام و ولایت حتاکی و جعل خبر می‌کنند. به گزارش سایت جنباران، سرپرست مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی با انتقاد از بی اخلاقی‌های موجود در جامعه گفت در هر مناسبتی فرصتی برای حتاکی باز می‌شود. یا در هر مناسبتی می‌خواهیم مردم را در صحنه داشته باشیم، حتاکی‌ها شروع می‌شود و متأسفانه نام این حتاکی‌ها را ارزش می‌گذارند. کجای قانون این است که ما بدون علم و محکمه مردم را محکوم کنیم؟ آقای انصاری با انتقاد از فضای رسانه‌ای حاکم گفت در اخلاق امامی و اسلامی فوش، اهانت و پرده دری و پرونده سازی معنا ندارد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتقاد از تداوم فضای امنیتی در کردستان خواهان پایان دادن به جو رعب و وحشت در این مناطق شد. به گزارش سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در این بیانیه با اشاره به حملات مرگبار و دوسویه سپاه پاسداران و گروه پژاک در مناطق کردنشین و همزمان برقراری مقررات امنیتی در مناطق کردنشین توسط مقامات جمهوری اسلامی، مسئولان کشور را به تجدید نظر در مواضع خود دعوت کرد. در پی آسیب دیدگی جدی 33 پل، انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف روند فعلی تخریب گردید. به گزارش انجمن حامیان حقوق بشر اصفهان، در این بیانیه نسبت به آسیب دیدگی 33 پل اصفهان آمده است: بدون تردید اعضای شورای شهر و شهرداری اصفهان مسئولیت تاریخی بروز این فاجعه را به عهده داشته و گذشت زمان این بی‌مسئولیتی را از ذهن ملت ایران پاک نمی‌گرداند و پیشنهاد می‌کند شورای شهر و شهرداری با انتخاب کارشناسان متخصص و با همکاری با سازمان‌های مردمی نسبت به تغییر مسیر قطار شهری در 4 باغ و 33 پل اقدام نمایند. بر اساس گزارش‌ها عبور قطار شهری اصفهان که مدتی است بی توجه به نظرات کارشناسان به کار خود ادامه می‌دهد، باعث ایجاد ترک
بر بدنه این پل تاریخی شده است. ابراهیم حاتمی کیا گفت از برکات بیتوجهی علمای ممیز بود و نبود ما تا وقتی قیمت دارد که در دیگ آنها بجوشیم. این فیلمساز و کارگردان برجسته کشور ما در مصاحبه ای با آخرین شماره شهروند امروز می گوید فیلم هایی که در این مدت ساختم سفر به قله هایی بود که به آنها معتقدم. همیشه نگاهم اصلاح بوده، نه نیش و کنایه و یا رامشگری برای موکت قرمز جشنواره های آن طرف آب. وی با بیان اینکه این روزها ته جیبم فقط آبرویم مانده است میگوید که خدا نکند در این امتحان رفوزه شوم. این سینماگر سالهای دفاع مقدس و پس از آن با نقد اوضاع فرهنگی جامعه و شرایط روز کشور تصریح میکند مشکل امثال من این است که درس عافیت طلبی را پاس نکرده ایم. ابراهیم حاتمی کیا که همچنان پیگیر دریافت مجوز اکران برای فیلم گزارش یک جشن است با اشاره به مشکلات جدی در فضای اجتماعی و فرهنگی کشور تاکید می‌کند که هنوز امیدوار است. دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای دانشجویان و دانش آموختگان کلاس‌های حوزوی برگزار می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا پور محمد کارشناس حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفته است که از 20 مهر ماه سال جاری کلاس‌های درس حوزوی دانشگاه آغاز می‌شود. حقوق گروهی از بازنشستگان به طور قسطی پرداخت شد. به گزارش روزنامه خراسان، بازنشستگان یکی از مهمترین شرکت‌های صنعتی کشور طی ماه‌های اخیر حقوق 400 هزار تومانی خود را در چند قسط در اول، وسط و آخر ماه دریافت کردند. این در حالی است که از همین کارکنان جریمه دیر کرده پرداخت اقساط توسط بانک پرداخت کننده حقوق نیز دریافت می شود. مسئولان این شرکت صندوق بازنشستگی را مسئول مشکل پیش آمده معرفی می کنند. بندر ماهشهر بیش از 2 ماه است که فرماندار ندارد. به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی علی‌رغم موجود صنایع حساس و حیاتی نفت و گاز و پتروشیمی با این قبیل بی‌توجهی ها از سوی مسئولین استان مواجه می‌گردد. فرماندار این شهرستان بیش از 2 ماه است که برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی از سمت خود استعفا داده است. در همین حال قطع مکرر برق در چند روز گذشته با توجه به گرمای شدید هوا موجب نارضایتی مردم شده است. سید محمد خاتمی در پیامی خطاب به پدر شهید جهان‌آرا در گذشت همسر فداکار ایشان و مادر شهیدان جهان‌آرا را تسلیت گفت. در این پیام که در وبسایت آقای خاتمی منتشر شده آمده است مادر شهید قهرمان و بلندآوازه جهان‌آرا که مظهر صبوری و تسلیم در برابر اراده و تقدیر حضرت حق جل علا بوده اینک به دیدار معبود شتافته است تا بر سر خوان نعمت بیدریق پروردگار پاداش ایمان و شکیبایی خود را دریافت کند. نیروهای طرفدار قذافی به یک پالایشگاه نفت حمله کردند و 15 نفر از نگهبانان را کشتند. به گزارش بی بی سی این پالایشگاه در 20 کیلومتری شهر رسلانوف قرار دارد و در آن زمان به نظر نمی رسید این پالایشگاه فعال باشد. یکی از کارگران زخمی این پالایشگاه گفته است که یک گروه از طرفداران سرهنگ قذافی از شهر سرت در حمله غافلگیرانه به این پالایشگاه حمله کردند. این پالایشگاه توسط شورای ملی انتقالی لیبی کنترل می شود. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل می گوید دست کم 2600 تن از معترضان سوری در جریان نارامی های سوریه در 6 ماهه گذشته کشته شدند. به گزارش رادیو فردا خانم پیلای روز دوشنبه به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت که آمار جدید کشته شدگان بر اساس اطلاعاتی است که از منابع قابل اعتماد در داخل سوریه به دست آمده است. حکومت سوریه و رهبران بشار اسد گرچه وعده دادند دست به اصلاحات سیاسی و اقتصادی در کشور بزنند ولی در هفته های اخیر تظاهرات ضد حکومتی در دمشق و دیگر شهرهای سوریه با واکنش تند نیروهای امنیتی روبرو شده است. گروه
تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن‌های اجباری، خواهان پاسخگویی حکومت ایران درباره محل نگهداری و رعایت حقوق آقایان موسوی و کروبی و همسران آنها شده است. این درخواست به دنبال شکایت فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران به سازمان ملل درباره بازداشت غیررسمی میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی مطرح شده است. در ارتباط با موضع‌گیری گروه تحقیق سازمان ملل درباره ناپدید شدن‌های اجباری با عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر گفتگویی انجام داده‌ایم که می‌شنوید. آقای دکتر لاهیجی، ظاهراً حکومت ایران 6 ماه بعد از درخواست گروه تحقیق هنوز در مورد وضعیت رهبران مخالف دولت به سازمان ملل پاسخی نداده. در صورتی که عدم پاسخگویی ادامه پیدا کنه، برای حکومت ایران چه تبعاتی میتونه داشته باشه؟ حکومت ایران پاسخی ندارد که بدهد، زیرا که در حقوق جزا مقوله‌ای به نام حصر وجود نداره. محدود کردن آزادی انسان به عنوان بازداشت موقت یا به عنوان محکومیت به زندان به حبس باید به حکم دادگاه صورت بگیره. بنابراین موضوع می رود زیر عنوان ناپدید شدگان قهری که یک جرمه و حتی جرم بین المللیه. به خاطر همینم یک کمیسیون بین المللی وجود داره و یک گروه تحقیق درباره ناپدید شده ها که خب در نامه‌ای که این گروه تحقیق 10 روز پیش و روز دوم سپتامبر به ما نوشته گفته که شکایت ما، یعنی 2 ماه پس از ناپدید شدن آقایان کروبی، موسوی و همسرانشون به جمهوری اسلامی ابلاغ شده و از اون تاریخ تا روز صدور این نامه هیچ پاسخی ندادند. گروه تحقیق از ما خواسته که حد اکثر تا هفته نخست ماه اکتبر، تقریبا 20 روز دیگه، آخرین اطلاعات رو به اونها بدیم. به لحاظ اینکه 95مین اجلاس گروه تحقیق درباره ناپدید شده ها 1.5 ماه دیگه در ژنو آغاز به کار خواهد کرد. بر اساس گزارش هایی که ما دادیم این اجلاس میتونه تصمیم بگیره، یعنی بگوید که آقایان کروبی، موسوی و همسرانشون از چه تاریخی ناپدید شدن، یعنی اونها امکان تماس با خارج رو ندارن، معلوم نیست در کجا هستن، آیا در منزلاشون هستن یا جایی دیگه. بنابراین اگر تا روز تشکیل اجلاس گروه تحقیق این وضع ادامه پیدا کنه، گروه تحقیق اون زمان تصمیم اتخاذ خواهد کرد و اعلام خواهد کرد که این جمهوری اسلامی است که این 4 تن رو در حال در یه وضعیتی قرار داده که مثل گروگانگیری، و اونجاست که جمهوری اسلامی هم باید مسئولیت های این کار رو در قبال گروه تحقیق در حال ایفا بکنه. اگر حکومت ایران برای اجتناب از فشارهای بین‌المللی اعلام کنه که آقایان موسوی و کروبی رو محاکمه میکنه و بعد بر مبنای چنین محاکمه‌ای اونها رو به زندان یا بازداشت خانگی محکوم کنه، آیا باز هم سازمان‌های بین‌المللی امکان اعتراض به چنین تصمیمی رو دارن؟ مسلم، ببینید، اگر این وضعیت کنونی تبدیل بشه به بازداشت، یعنی که یک مقام قضایی حکم صادر کنه یا قرار صادر کنه، قرار بازداشت صادر کنه، حالا محل بازداشت منزل آقایان کروبی و موسوی باشه یا در زندان باشه، خب موضوع میره زیر عنوان بازداشت. بازداشت هم باید نه فقط به موجب حکم مقام قضایی باشه، باید به موجب قانون باشه، یعنی آقایان موسوی کروبی و همسرانشون عملی مرتکب شده باشه که این عمل مطابق قوانین جدایی جرم باشه. در غیر این صورت میشه بازداشت خودسرانه. باز یه گروه تحقیق هست در سازمان ملل، گروه تحقیق در باره بازداشت خودسرانه، کما اینکه همکار ما عبدالفتاح سلطانی تا هفته آینده آزاد نشه، ما به این گروه تحقیق در باره بازداشت خودسرانه شکایت خواهیم کرد، کما اینکه در مورد خانم سوزوده کردیم، در مورد بسیاری از کسانی که در حوادث پس از انتخابات دستگیر شدن. باز اون گروه تحقیق هم یک تحقیق جدیدی رو آغاز خواهد کرد که بگوید آیا بازداشت احتمالی آقایان کروبی، موسوی و همسرانشون از مصادیق بازداشت های خودسرانه است یا اینکه نه، بازداشت اونها قابل توجیهه. و به طور کلی خدمتتون عرض کنم تمام اینها تیکه های یک پازلی هست که وضعیت جمهوری اسلامی رو در برابر شورای حقوق بشر سازمان ملل
و از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل در برابر مجمع عمومی سازمان ملل طی هفته ها و ماه های آینده روشن خواهد کرد. میدونید که پس از 8 سال بالاخره گزارشگری ویژه برای ایران تعیین شد و این نشون میده که وضعیت حقوق بشر در ایران هر روزه رو به وخامت گراییده و الان پرونده ایران از طریق آقای احمد شهید گزارشگری ویژه که باید نخستین گزارش خودش رو طی هفته های آینده به مجمع عمومی بده در مجمع عمومی مطرح خواهد شد. مجمع عمومی سازمان ملل میتونه پرونده نقض حقوق بشر در ایران رو به شورای امنیت بده. بنابراین طی ماه‌های آینده باید در انتظار تحولات جدیدی باشیم درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزاریم که امشب نیز همراه رسا بودید. تا فردا شب خدا نگهدار. خداحافظ.